سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز. 3 هفته نبودم و عذرخواهی میکنم به خاطر این غیبتمون. عمل جراحی داشتم، قسمتی از رودم رو کات کردن و اون قسمتی که آسیب دیده بود رو جدا کردن و دوباره روده هم رو به هم چسبوندن. یه چند وقتی 2 هفته به هر حال تو بستر بیماری بودیم و مشکل برطرف شد. الانم تو دوره ریکاوریم به سر میبرم. چاقوه خودمه، داره تو بازار میادش. اسم کمپانیم هست رنجر مستر استرالیا، با همین اسم میتونید اینستاگرامش هم پیدا بکنید. محصولات حرفه‌ای آشپزخونه دارم تولید میکنم، امریکا، اروپا، ایران و تا تمام سرتاسر جهان. هر جایی که ایرانی عزیزمون هستن میتونن از وبسایت هم خرید بکنن. اما کلا همه چیز از ماه آینده مریضین باعث شد که یه مقداری عقب افتاد. اینم یکی از نمونه هاش، 10 مدل چاقو حرفه‌ای داریم، داماسکوس نایفه و چاقو خوبی هم هست. نه پیاز کندش میکنه، نه گوشت، نه مرغ. چاقویی که میتونید بگیرید و باهاش کار کنید. اگر هم اطلاعات بیشتری در موردش خواستید میتونید بیاید تو اینستاگراممون و اونجا به راحتی میتونید در موردش مطالب زیادی ببینید و بخونید. این از این. میخوام بهتون یه قضیه باحال آموزش بدم و دیگه شما با خریدن یه چاقو میتونید جزو خانواده رنجرها بشید، میتونید یه رنجر کیچن بشید و اینکه کاراتون راحت‌تر. ابزار خوب باعث میشه که آدم تو آشپزخونه خیلی موفق‌تر باشه. امروز میخوام بهتون کوفته بلغور پیازش آموزش بدم. خیلی خوشمزه است، خیلی خوشخوراکه و یه کوفته باحال هم هست، خیلی زود آماده میشه. بریم سراغ مواد اولیه‌اش. اینی که میبینید اینجا، بذارید من یه تکونش بدم. بله، اینی که میبینید بلغور پخته شده است. بلغورم رو دقیقا 90% پختم و به میزان گوشتم، اینو بذارمش کنار، به میزان گوشتم بلغور دارم. یعنی اگه 200 گرم گوشت دارم، 200 گرم هم بلغور دارم. حالا بلغور رو یه مقداری من اضافه پختم، اندازه میکنم، وزن میکنم و با گوشتم تنظیمش میکنم. از ادویه ها شروع کنیم. ترخون خشک دارم، اگه شما دوست داشتید تازه داشته باشید که میخوایم تو آب کوفتمون بهش بزنیم. زردچوبه دارم، فلفل سیاه دارم، پاپریکا پادر، یه تیکه دارچین، 4 حب سیر، فلفل دلمه، نصف فلفل دلمه، 2 دونه پیاز میخوام، 1 دونهشو به گوشت میخوام بزنم و 1 دیگهشم برای آبش میخوام آماده کنم. 4 دونه پیاز چه دارم؟ تقریبا موادمونم هول و هوش 500 گرم میشه. 4 دونه پیاز چه بهش میخوام بزنم و 1 دونهم تخم مرغ. بریم سراغ باقی موادش. آرد نخودچی داریم، به میزان لازم، به اندازه این میزنیم که ببینیم کوفتهمون چسبندگی پیدا میکنه و این هم به طعمش کمک میکنه و هم گارانتی میکنه که کوفتهمون وانشه. ادویه کاری به میزان لازم، سبزی کوفته به میزان لازم، به اندازه‌ای که تو تمام سطح کوفتهمون سبزی رو ببینیم. ربم که همیشه از من سوال میکنید چه ربی خوبه تو استرالیا، من رب کلز برند میگیرم. از رب 10 دلاری امتحان کردم تا این رب که قیمت خیلی مناسبی هم داره، اما دقیقاً عیناً رب با ایران میمونه و خیلی خوش رنگ و خوش طعمه. این از این. کارمو شروع میکنم با خرد کردن پیاز. پیاز کوچیک، پیازی که تو مشت دست جا بشه. پیازمو به قطعه کوچیک خردش میکنم و داخل مخلوط کن میریزم. شما این غذا رو به سادگی میتونید داخل خونه درست بکنید و اصلا نیاز نیستش که یه آشپز حرفه‌ای باشید تا بتونید این کوفته رو درست بکنید و نگران وارفتنش هم نباشید. هم سس خوشمزه‌ای داره، هم آب خوشمزه‌ای داره و هم که کوفته خیلی خوشمزه‌ای. این هم از سیرامون. میام اینجا سراغ پیازچه. پیازچارم البته دستگاه خوردش میکنه، اما میخوام دیگه اگه من خوردش کنم کمک میکنم که آبکی نشه، چون اگه بخوایم منتظر بشیم همه اینا با هم دیگه خورد بشن یه مقداری آبکی میشه و خوب خوردشون نمیکنه. این از این. حالا کاری که میکنم اینا رو با هم دیگه میزنم و برمیگردم. خرد شدن به این اندازه است، میبینید به اندازه نگینی در اومد، چون قراره با باقی موادم دوباره خرد بشه. بلغورمونم که قبلا پختم، به اندازه گوشتمون من بلغور اضافه میکنم. میزانش خیلی مهمه. این از بلغور و توی همین مرحله گوشتمم
اضافه میکنم، اینم از گوشتم. حالا کاری که میخوام انجام بدم یه ذره کارم راحت تر میکنه، ادویه ها رو هم تو همین مرحله سعی میکنم بهش بزنم. یک قاشق و دو و چهار تا قاشق چایخوری هم بهش سبزی کوفته میزنم. نمیخوام زیاد طعم سبزی بگیره و تلخ بشه. اگه سبزی زیاد بشه تلخش میکنه، طعم گوشت همه چی فراموش میشه، فقط مزه سبزی میده. خب میام سراغ ادویه هاش. برای 500 گرم نصف قاشق چای خوری ادویه کاری. اما آرد نخودچی رو الان اضافه نمیکنم، بعدا درش میارم موقع گرد کردن و اینکه تخم مرغ زدم، اون موقع تازه میتونم شروع کنم بهش آرد نخودچی زدن. پاپریکا پادر به اندازه لازم، یعنی تقریبا نوک قاشق چای خوری. فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری. زردچوبه نصف قاشق چای خوری. اینم از این. اینو ببینید، من این دستگاه رو باش چند ساله دارم کار میکنم، بهش اعتماد دارم. اگه دستگاه خوبی ندارید تو این حجم پرش نکنید، خطرناک، احتمال شکستنش هستش. حالا من اینو میزنم، آماده شد برمیگردم. این از موادمون از داخل ظرف درآوردم. ببینید اصلا چسبندگیشو نگاه کنید، چقدر چسبندگی تو همین مرحله داره. اما میگم آرد نخودچی رو اضافه میکنیم فقط به صرف صفر کردنش نیست، بلکه برای این بهش اضافه میکنیم که کمک بکنه تا اینکه این طعم بهتری هم بگیره. به این اندازه این قاشق هم غذاخوریه، زیادم پرش نکردم. یه قاشق سرخالی آرد نخودچی و یه دونه تخم مرغ بهش اضافه میکنم. اینا رو کاملا همش میزنم با هم دیگه به این شکل و به صورت کوفته های معمولی رو دیدید، کوفته برنجی ها رو، اینو دقیقا باید به اندازه نصف اونا من گردش بکنم. اینو کاملا هم میزنم، وقتی که مخلوط شد اینا رو گرد میکنم و برمیگردم. تو این مرحله به کوفته ها نمک رو اضافه کردم و کوفته ها رو گردشون کردم، هر کدومشونم به اندازه یه دونه پیازه. حالا زمانی که خواستیم، اینا یه مقداری نرمه، زمانی که خواستیم داخل آب بندازیم، تا میندازیم داخل آب خودشو میگیره، ولی بازم موقعی که تو آب میخوایم بندازیم یه قل کوچیک بهش میدیم که مطمئن بشیم شیپ خوبی داره. میام سراغ فلفل دلمه یا فلفل دلمه یا رو به این شکل شروع میکنیم به اندازه‌ای که میتونیم ریز ریز خوردش میکنیم. یه فلفل دلمه ای و بعد این میایم سراغ پیاز. پیازا رو هم نیم خلالی خوردشون میکنیم. یعنی چی؟ پیاز رو وسط دو نصفش میکنیم و بعد دو نیمه دیگه به این شکل. پیازا رو هم که خورد کردیم با رب و روغن و فلفل دلمه یه تفتش میدیم و داخلش آب و ترخون و دارچین هم اضافه میکنیم. سسمون آماده میشه دیگه، اونم پای گاز بهتون نشون میدم که باید چی کار بکنیم. خب پیاز و اول پیاز رو تفت دادم، بعد فلفل دلمه رو و بعد رب رو اضافه کردم. اونقدر همش میزنم تا رب از هم دیگه باز بشه به این شکل و تغییر رنگ بده. رنگش دو برابر میشه وقتی که خوب تفتش میدیم. تو همین مرحله نمکم بهش اضافه میکنم. این از نمک تقریبا به اندازه نصف قاشق چای خوری و سبزی ترخونم هم بهش اضافه میکنم. اینم تقریبا به اندازه دو قاشق غذاخوری هم بهش ترخون اضافه میکنم. اینم از این، ولی ترخون بیشتر اضافه نکنید که تلخش میکنه. این از این. چوب دارچینم هم بهش اضافه میکنم و یه تفت کوچیک و آب 100% جوش. برای اینکه رنگ خوبی داشته باشه آب سرد بهش اضافه نکنید. ببینید رفت برای جا افتادن دیگه، هم نمیخواد وقت بذارید برای جوشیده شدن آبتون. این از این.
یه مقداری آب میریزم و خب 100% هم داره میجوشه. میبینید کار چقدر راحت پیش رفت تا اینجا. حالا میام سراغ کوفته ها. دستمو میگیری ازم. اینم از کوفته ها. کوفته ها رو یه بازی میدم که تقریبا شیپشون خوب بشه و به آهستگی میندازم داخل آب. ببینید نوک کوفته ها رو میبینید از آب بیرونه. این یکی از اون قلقاییه که کمک میکنه کوفتتون واز نشه. بعدم آبتون نمیخواد از سر کوفته بالا بزنه، چون اگه بالا بزنه هم کیفیت آب کوفته میاد پایین و هم طعمش میاد پایین و همین که احتمال باز شدن کوفته هاتون وجود داره. غذای ما آماده شد به همین سادگی، به همین راحتی، به همین خوشمزگی. درست بکنید تو خونه و ازش لذت ببرید. حالا بعد اینکه آماده شد یه فیلم کوچیک هم میگیرم و باهاتون خدافظی میکنم. کوفته ما هم آماده شد. دم شما هم گرم که با ما همراه بودید. دم شما گرم که سالها با ما اید، ما رو حمایتمون میکنید. ما هم دوستتون داریم. ما هم رفیق بدی نیستیم برای شما. این کوفته رو درست کنید و ازش لذت ببرید. در مورد کوفته یه چیزی بهتون بگم. میدونید که من اصلا کارم غذا سنتیه و عشقم غذا سنتیه. وقتی ترخون رو اضافه میکنیم به آب کوفته و فلفل دلمه و همینطور که رب و تفت میدیم، کمک میکنه که یه طعم خیلی خوبی پیدا میکنه. اما اگه میزان ترخون تو آبش زیاد باشه، بذارید من یه قاشق بیارم، اگه میزان ترخون تو آبش زیاد باشه آبش رو خراب میکنه و تلخ میکنه. اما اگه فقط یه چجوری بهتون بگم، یه مقدار کمی تو آب باشه اما محسوس باشه، قابل احساس شده. ببینید از زمینو میتونید از جلو برام بگیری. الان این ترخونا رو میبینید تو آبش هست. ببینید همین مقدار باشه، زیادتر نباشه. وقتی که اینو میزنید این دیگه میشه قلقش و طعم و تستش رو عوض میکنه. هر کی کوفته شما رو بخوره چقدر متفاوته، چه آب خوشمزه‌ای داره، چه سس خوشمزه‌ای داره. ما ترکه توش نون تیلیت میکنیم و میخوریم و تیلیتش هم واقعا معرکه میشه. دمتون گرم. یادتون نره اگه میخواید چاقوها و محصولات رنجر رو ببینید، اگه شما میخواید جزو خانواده رنجر باشید، رنجر یه فامیلی بزرگ از کسایی که دوست دارن آشپزی بکنن، به آشپزی و کار آشپزی علاقه‌مندن، میخوام یه خانواده بزرگ از رنجر درست بکنم. اگرم شما میخواید عضو این خانواده بشید، رنجر مستر استرالیا به انگلیسی میتونید بزنید و جزو اینستاگرام باشید، یا میتونید اینستاگرام خودم شف.جواد.جوادی بیاید و از همونجا فالوش بکنید. دوستتون دارم. دمتون گرم. به خدا بزرگ میسپارمتون.